رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از معلم با ما همراه میشه. آقای حاجی حسینی، این روی کرده آشناییه برای کسانی که در ایران روزنامه نگاری کردن. شاید اون صحبت علی ابن خامنه ای خاطر همه باشه که اخبار امیدبخش مخابره بکنیم، یعنی بر اساس صلاح دید خودشون، نه بر اساس آنچه اتفاق میفته، نه بر اساس واقعیت روی زمین. درسته. به هر حال شیوهی که به نظر میاد جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه تبلیغی میپسنده روزنامه نگاری چالشی نیست، انتقال واقعیت ها به عبارتی نیست، به عنوان یک رکن برای روشن کردن ضعف ها خلل ها نیست و صرفا کارکرد تبلیغی داره، ابزاری است برای پروپاگاندا و این پروپاگاندا رو خب ما سال هاست که در روزنامه های مثل کیهان دیدیم و البته یک خط تون رو همین جریان ها دارن که اساساً مشغول تخریب افراد، گروه ها، شخصیت های مختلف هستند. برای این هم باز در واقع به نوعی فتوای مورد نظر خودشون رو دارند، یعنی بر این باورند که هر کسی که به نوعی در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی میسته اونها این حق رو در مقابلش به دست میارند، یعنی روا میشود هر نوع ظلم و ستمی به اونها. از این منظر بدگویی میکنند، اتهام میزنند، توهین میکنند. موارد متعددی وجود داره از این اتهام زنی ها، اتهام های سنگین که متوجه افراد میشه بدون هیچ سند و مدرکی، ولی امکان پیگیریش برای اونها، امکان شکایت کردن به عنوان مثال از روزنامه کیهان برای اونها وجود نداره. البته امکان شکایت کردن وجود داره و پرونده هایی هم باز میشه، منتها مشکل اینجاست که قوه قضاییه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم به هر حال همسویی داره با این گروه های تند رو، با این محافل و مجموعه هایی که نزدیک هستند به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای، و به همین خاطر هم این در واقع شکایت ها معمولا ره به جایی نمیبرند یا احکام بسیار دم دستی یا در واقع سبک خنده آوری به نوعی صادر میشه برای مواردی که این روزنامه ها در دادگاه به عنوان نمونه محکوم میشن. از این منظر خب اونها کار خودشون رو میکنند، نگاهشون به اطلاع رسانی به این ترتیب، تلاششون به شکلی است که معتقدند امید بخشیه، ولی همزمان نگاه انتقادی بسیار سفت و سختی هم دارند به جهان، به غرب، به آمریکا. یک خبر کوچک به عنوان نمونه، یک طوفان مثلا اگر اتفاق بیفته در آمریکا، این رو با آب و تاب، خرابی ها و در واقع مسائل مرتبط باش رو مخابره میکنند، اما اگر که در ایران سیلی اتفاق بیفته این رو به این ترتیب مخابره میکنند که مثلا آب گرفتگی در زیر زمین های چند خانه در فلان شهر چنین شد و چلان. یعنی اساسا در رویکرد مخابره خبر هم ما این تفاوت رو کاملا میتونیم ملاحظه بکنیم. سپاسگزارم از شما رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار از مالمو سوئد با ما.